هیچ انسانی نیست که بر روی زمین با واژه گناه آشنا نباشه و آن را تجربه نکرده باشه و در تعریف از آن مطلبی نداشته باشه. معلمی رو میکنه به شاگردان خودش، میگه آیا در جمع شما کسی هست که گناه نکرده باشه؟ یه نفر دستش رو میبره بالا، یکی از این بچه ها میگه من گناه نکردم. میگه چگونه امکان داره؟ چه کار کردی گناه نکردی؟ میگه خب دعا کردم، چون دعا کردم گناه نکردم. میگه خب میشه به ما بگی چجوری دعا کردی؟ تجربتو بگی. میگه آره من دعا کردم خدا به من دوچرخه بده، هرچی وایستدم دوچرخه ندادم، رفتم یه دوچرخه دزدیدم، بعد دعا کردم خدا گناه منو بخشید، پس من دیگه گناه نکردم. وای هستش که ما اینگونه فکر میکنیم، خدا خدای محبته، خدا ما رو میبخشه، حالا یه گناه کوچیکم کردیم که گناه نیست، ما گناهی نکردیم. پس تصور میکنیم خیره، اون تعریفی که مردم میگن مال ما نیست، مال دیگران هستش. هر چقدر درک گناه برای شخص گناهکار واضح‌تر و عمیق‌تر باشه، مسلماً دردآورتر هم خواهد بود. داوود پادشاه به راحتی رو پذیرفته، برای همین هم از با فروتنی اعلام میکنه در مزمور 32:1-6 اعلام میکنه خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شده، اون درد و رنجی که از گناه اومده و گناه وی مستور گردیده، یعنی کفاره داده شده، یعنی پنهان شده، فدیه داده شده، دیگه قابل دیدن نیست. مانند ما که مسیح ایمان آوردیم، کلام خداوند اعلام میکنه در اشعیا 23:23-25 و عبرانیان 11:17 میگه کسی که توبه میکنه من گناه او را نمیبینم. میگه خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد. چرا؟ من چرا را میگم. و در روح او حیله‌ای نمیباشد. هنگامی که خاموش میبودم استخوانهایم پوسیده میشد و از نعره‌ای که تمامی روز میزدم. چگونه بود این نویسنده داوود؟ چه بلایی سرش اومده بود که سکوت که میکرد، همین که ساکت میشد یکی باش صحبت میکرد. ابتدای جلسه عرض کردم تمرین کنیم چگونه به حضور خدا بریم. تمرکزتو به خدا بده، خدا با تو صحبت میکنه، خدا با ما صحبت میکنه. به طور خاص خانوم ها، بانوان، خواهران، خداوند به شما قدرتی داده در سیستم مغزیتون که میتوانید به نکات مختلف زندگی تمرکز کنید. این خواست خدا بوده. شما مشاورین مردان هستید، خدا خواسته که بیاموزید و به مردان مشورت بدید. کار شیطان بود در طول تاریخ زن رو در یک جایگاه دیگه قرار داده، متاسفانه به طور خاص در مذهب، هر مذهبی، حتی مذهب مسیحیت، از این روح هست که میگیم ما مذهبی فکر نمی کنیم، ما به کلام نگاه میکنیم. کسی که از کلام میاموزه مذهبی نخواهد بود، کسی که از انسان میاموزه مذهبی خواهد بود. پس بنابراین خدا شما زنها رو برکت داده، یاد بگیرید، از روح القدس بخواید، تمرکزتون رو به راحتی به خدا بدید، طوری که اگر تمام تلفون‌ها الان اینجا زنگ زد، بچه‌ها همه سر و صدا کردن، یکی اینجا داد زد، یکی دعوا کرد، شما در حضور خدا باشید، چون دعای شماست که خانواده رو حفظ خواهد کرد. این مسئولیتی که خدا به شما زنها داده، برای مردانتون دعا کنید، همون گونه که خدا به مردان مسئولیت داده که حافظ خانواده باشه و زن باشن. پس یاد بگیریم چگونه به خدا تمرکز بدیم، نه در ورد. و داوود در تمرکزش هست که متوجه میشه استخوانهاش گویا داره پوسیده میشه و اعلام میکنه از نعره‌ای که تمامی روز میزدم، سرزنشی که میشد داوود، از درون سرزنش میشد، چه کار کردم برای یه لذت کوچیک؟ آخه این چه کاری بود کردم؟ کاش که اون روز دهنم رو میبستم غیبت نمیکردم، کاش که اون روز غر نمیزدم، کاش که اون روز خشمگین نمیشدم. تمامی روز از نعره‌ای که تمامی روز می زدم
چون که دست تو روز و شب بر من سنگین می بود. در اصل هیچ دستی سنگین نبوده برش. اتفاقی که افتاد برای داوود این بود که حضور خدا کنارش نبود. چون حضور خدا کمال خوشی هاست، در کنارش نبود، خلای خدا در کنارش انگار دست سنگینیه. از این رو هست دوری از خدا جهنم هست. خدا جهنم نیافریده، هرگز. دوری از خدا جهنم هست با تمام اون رنج ها و درد هایی که مذاهب میگن، کلام خداوند میگه دوری از خدا جهنم هستش. و خدا این دوری رو فقط برای شیطان اجازه داد ایجاد بشه. ولی هر کس که دنبال شیطان میرن، چه فرشتگان و چه انسان ها، اسیر خواهند شد. پس خلایی هستش که در گناه باعث درد رنج انسان خدا دوست به طور خاص خواهد شد که ایمان داره. چون که دست تو روز و شب بر من سنگین می بود و رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردیدم. به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. یعنی بهترین روشی که داوود نیز انجام داد، با اعترافش اعلام کرد که خداوند و من گناهکار هستم. عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم. پس آلایش گناه هم را عفو کردی. یعنی آزادی از اون سرزنش ها. چرا که می دونه وقتی در حضور خدا میره بخشیده میشه. ما زمانی که مسلمان بودیم، از بکران اسلام بودیم، بابام گفته بودن توبه کنی گناهت بخشیده میشه. ولی چون در اون ایمان و اعتمادی نبود، به راحتی دوباره گناه میکردیم، چون قدرت نداشتیم که گناه نکنیم. و چون باوری نبود، هر اتفاقی میفتاد میگفتیم خدا ما رو نبخشیده. دوباره سرزنشه بر ما بود. اما در مسیح چنین نیست. و کسی که خدای حقیقی رو میشناسه، شاعر میگه من عاشقی را از خدا یاد گرفتم، همان لحظه‌ای که گفت صد بار اگر توبه شکستی. برگشت شما بگید بازا. میگه عاشقی رو اینگونه یاد گرفتم که وقتی که اشتباه کردم، پوزش خواستم، خدا منو بخشید. از این رو خیلی مهمه که والدین وقتی بچه هاشون اعتراف به هر اشتباه و هر گناهی میکنن، چهره غضب نگیریم، چهره عدالت خواهی نگیریم بلافاصله و داوری بد، محبتش کنیم، ببخشیمش. اون بچه مسیر زندگی پاکی رو انتخاب خواهد کرد در آینده. از این رو هر مقدسی در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد. اون زمان هستش که دیگه در حضور خداست. مگه در حضور خدا کمال خوشی ها نیست؟ پس در حضور خدا هست که دعای من نیز اجابت خواهد شد با اعتراف و توبه. وقتی که آبهای بسیار به سیلان آید، وقتی که مشکلات میاد، بیکاری ها میاد، مریضی ها میاد، عذر میخوام سرطان میاد، جدایی ها میاد، همهمه ها میاد، غیبت ها میاد، تهمت ها میاد، هرگز بدو نخواهد گفت. هرگز. چون خداوند سپر اون شخص خواهد شد. هرچند به خوبی میدونیم واژه گناه یعنی دور از هدف خلقت عمل نمودن، که به درستی به هدف نزدن در هدف زندگی است که خدا به ما داده، و تحت پادشاهی خدا نبودن که همانا طغیان بر علیه خالق خیش بوده و به نوعی تجاوز از قانون سالم زندگی سالم. گویا که قانون خدا رو که برای یک زندگی سالم به ما داده شده، اون رو بی حرمت میکنیم. به تعبیر ساده، دروغ، ریا، حسادت، قتل، زنا، دزدی، هرچند همگی اینان دستاورد گناه هستن، البته در بین سخنی عام ساده که صحبت میکنیم گناه عنوان میشه، اما کلام خداوند سعی دارد تعریف حقیقی یک گناه و ریشه آن را برای ما تشریح نماید که در قلمرو آن فکر بد دلیل فعل بد میشه، حس بد دلیل ابرازهای بد میشه، مثل خشم، مثل بی‌تفاوتی، مثل ترس، مثل نگرانی، مثل کینه،
مثل حسادت، نگاه بد که دلیل اشتیاقهای بد میشه، که میدونیم چشم دید و دلم خواست، همه واردیم. اما اگه چیزای خوب ببینه، چیزای خوب میخواد، پس مواظب باشیم چیزای بد رو نبینیم. شنیدنی های بد که دلیل گفتار بد میشه. کتاب پیدایش 6:5-6 این دعایه ما رو توی جایگاهی میبره که به ما درک درست رو میده نسبت به آنچه که خدا پشیمون شد چرا انسان رو آفرید. اعلام میکنه وقتی خداوند دید که چگونه تمام مردم روی زمین شریر شدند و تمام افکار آنها فکرهای گناه آلود است، یعنی دور از چشماندازی ملکوتی. خدا هدف مقدسی داشته انسان را آفریده. انسانی که چشمانداز ملکوتی نداره مثل خدا، انسانی هست که به راحتی به دام گناه گرفتار خواهد شد و تمام افکار آنها فکرهای گناه آلود است از اینکه انسان را آفریده و در روی زمین گذاشته بود، متاسف و بسیار غمگین شد. ولی در ابتدا همه اونها از اون فکر اومد. از این رو مولوی چه زیبا میگه، اعلام میکنه از یک اندیشه که آید در درون، صد جهان گردد به یک دم سرنگون. یک اندیشه بد در آدم و حوا دلیل این شد که جهانی نیز گناه، در گناه گرفتار میشه. به مثال میتونیم بگیم مانند کشاورزی هستش که محصولی رو کاشته، هر روز میاد لذت میبره، تو چشمانداز اون هستش که محصولش داره بار میده، میفروشه، پولی میاد تو جیبش، یه روز یه دفعه میاد ببینه محصولش آفت زده. اون کشاورز چه حالی داره؟ چقدر بیشتر خدا وقتی که دید انسان از هدف مقدس خلقت دور شد، میبینیم که خداوند اعلام میکنه که پشیمون شد و در اون موقعیت نایستاد که مردمی رو که آفریده بتونه ببینه دارن شکل خودش روش میکنن. و چون خدا عاشق مخلوق خود بود، هرگز تمام انسانها رو از بین نبرد، بلکه با عشقش از نوح و خانواده او استفاده کرد تا امروز ما بتونیم به عنوان فرزندان او زندگی داشته باشیم. شاعر میگه آتش به دلم مانده و باران به نگاهم، این خاصیت بغض به جا مانده از عشق است. یک بار دیگه میخونم، آتش به دلم مانده و باران به نگاهم، این خاصیت بغض به جا مانده از عشق است. این خاصیت عشق خدا نسبت به من و تو بود، به ما بود، که نوح و خانواده او رو نجات داد. هرچند شیطان موفق شده بود که با چشماندازی خیالی و دروغین خوشی کامل رو از آدم و حوا بگیره، همونگونه که در باب 3 کلام خدا اعلام میکنه که فریب داد، فکر حوا رو فریب داد، فکر آدم رو فریب داد تا یک نگرش دیگه‌ای داشته باشند، دور از یک نگرش ملکوتی. عیسی مسیح در انجیل مرقس 7:21-23 اعلام میکنه زیرا که از درون دل انسان خیالات بد، یعنی چشماندازی اشتباه، از این فکر میاد. پس یاد بگیریم چگونه متمرکز کنیم به جایی که خدا داره تو زندگیمون نگاه میکنه. زیرا که از درون دل انسان خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی و طمع و خباثت و مکر و شهوت پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت، تمامی این چیزهای بد از درون صادر می‌گردد. منظور فکر عزیزان، همه ما به خوبی می‌دونیم که وقتی صحبت از کلام خدا دل می‌کنه، مسئله قلب ما و تلمبه نیست، این یه تلمبه بیش نیست، درست که با احساسات ما نیز در تماس هست، اما موضوع فکر ما هست. این چیزهای بد از درون صادر می‌گردد و آدم را ناپاک. پس چقدر خوبه که چشمانداز ملکوتیمون رو اونقدر دقیق کنیم که چشمای ما چیزهای گناه‌آلود نبینه.
گوشهای ما چیزهای گناه رو نشنوه تا مبادا بد صحبت کنه، احساسمون همچنین. پیرمردی به خاطر ناشنوایی که به دست آورده بود و پدر بزرگ یک خانواده و فامیل بود، وقتی میره پیش پزشک و پزشک اونو مداوا میکنه و برای آخرین بار میره که بازم پزشک ببینه ماینش کنه، میگه حتما الان پسرات، دخترات، نواهات خیلی خوشحال هستن که تو گوشات خوب شده. راستش به هیچ کدومشون نگفتم. چرا؟ به خاطر اینکه از زمانی که گوشام خوب شده تا حالا 4-5 تا وصیت عوض کردم. پس تأثیر میذاره روی تصمیمات ما، دیدنمون، شنیدنها رو ما تأثیر میذاره. اما باید در حضور خدا انقدر تمرکزمون رو یاد بگیریم که کجا نگاه کنیم و چشم‌انداز زندگی ما چی باشه، که حتی چیزهای منفی و دروغین روی ذهن من و تو به عنوان فرزند خدا تأثیر نذاره. بنابراین نه تنها ضد عدالت و انصاف عمل نمودن گناه است، بلکه نگرش و چشم‌اندازی که غیر استاندارد ملکوت خدا میتونه باشه گناه است. چون تفکر آدمی را همچون مکان طراحی و نقشه شرارت میکنه که شیطان بتونه بیاد اونجا بشینه و برای ما متاسفانه نقشه بکشه. برای نمونه چه کسی تو کتاب مقدس هست؟ میدونم الان همه رفتیم بالا پشتمون، پیش داوود. برای نمونه خود داوود دیگه. بله، از قیوتی هم هست، درست میفهمید. داوود پادشاه روی پشت بام رفت، به جایی که دعا کنه چشم‌اندازش کجا باشه؟ خدا آسمون ملکوت باشه. یه دفعه چشم‌اندازش اینجوری شد، نکرد حداقل با این دستش برگردونه. انقدر اون زن برهنه که شوهرم داشت نگاه کرد تا باش هم بستر شد. من دیگه خدا نکنه چه شما خود بگرد بدید، تموم شد دیگه، دامانم توبه کرد خواهرم. سامسون و دلیره، سامسون رو خداوند مستش کرده بود. چشم‌انداز سامسون اشتباه رفت. نگاه کنید آنچه را که من میگم شما میدونید، هممون میدونیم، تکیه بر این هستش که اجازه بدیم الان که کلام رو میشنویم جارو کنیم تمام چیزهایی که میخواد به ما چشم‌انداز اشتباه بده، جارو کنیم، پاک کنیم، این بیاد جاش، این جایگزین بشه که چیه؟ روح القدس هست، قوت خدا هست که بتونه به ما چشم‌انداز خوبی رو بده در یک مسیر درست. در متی 5:27 میخونیم که اعلام میکنه شنیده اید که گفته شده زنا نکن، اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده. چرا؟ چون چشم‌اندازش منحرف شده، همون گونه که داوود پادشاه چشم‌اندازش منحرف شد. عیسی مسیح داره دلیلشو میگه، میگه در شریعت به ما آموختن برای ریتم زندگی انصاف که با انصاف باشیم، این کارو نکن، اون کارو نکن. امروز بالغ شدید و میخوام بالغ تر بشید. روح خودم رو، روح القدس رو میگه میخوام بهتون بدم در بلوغیت به عدالت برسید. از پله های انصاف بیایید بیرون، سوار آسانسور عدالت بشید. ببخشید، رنج و زحمتی برای شما نباشه. پس چشم‌اندازت رو روح القدسی کن، مثل روح القدس ببین. علت داره، مسیح داره میگه علت داره. علتش این نیست که شخصی زنا میکنه یا طبیعی هست یا آدم خیلی بدیه یا خدا اون رو بد آفریده، اون یکی رو خوب آفریده. خیر، دلیلش اینه که یاد نگرفته. انسان به دنیا آمده که تعلیم بگیره. چرا کلام خداوند به ما میآموزه که بریم خبر خوش نجات رو بدیم، کلام خدا رو بدیم؟ چرا 2000 سال هست میلیون ها موعظه از این کلام زیبا برمیاد و هر واعظی به نوعی، حتی خود واعظین متغیر هستن توی موعظه هاشون. من یه روزی میام اینجا بیشتر با شما داد میزنم، یه روز آروم هستم، چون دست روح القدسه. روح القدس میخواد به ما بگه ما چی کار کنیم، نه رسولی. پس باید بیاموزیم که چگونه چشم‌انداز خودمون رو در مسیر اراده خدا قرار بدیم که بتونیم از گناه دور بشیم، از اون بی‌هدفی نیز دور بشیم. در دل خود
با او زنا کرده است. چرا؟ چون که از روی شهوت نگاهی رو کرد که از افکارش اومده، یعنی متقاعد نمودن فکر و احساس. از این آیه به راحتی میتونیم نتیجه بگیریم که هر فکر و هر نگرش دور از فکر خدا در ما گناه است. هر نگرش اشتباه، هر چشمانداز اشتباه، برخلاف داشتن افکار و اهداف الهی که حیات جاوید و برکت و خوشی نصیب شخص میشه. فکر گناه باعث مرگ روحانی در شخص خواهد بود و دلیل لعنت و بیبرکتی در زندگی اون شخص خواهد بود. پس خیلی مهم هست یاد بگیریم چگونه چشمانداز ملکوتی داشته باشیم. در نامه رومیان 6:23 میخونیم، اعلام میکنه: زیرا که مزد گناه موت است. زیرا که مزد گناه موت است. میتونیم با هم بگیم؟ زیرا که مزد گناه ثمرش موت، مرگ روحانی هست. بعد دیگه آرامش تو میگیره، شادی تو میگیره، ایمان تو میگیره. زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی است. به نوعی زیرا که مزد گناه موت است، یعنی اون نگاه و اون چشمانداز بد، اما نعمت خدا حیات جاودانی هست، یعنی چشمندازی که ملکوتی هستش. میگه در خداوندمون عیسی مسیح، چون این قدرت و این توان رو به ما داده که ما بتونیم تو اون مسیح خوب زندگی کنیم. اگر بپذیریم گناه یعنی زندگی غیر استاندارد ملکوتی خدا، پس میباید بپذیریم هر آنچه در فکر و احساس و رفتار و حتی اطراف ما میباشد، دلیل رنج ما و دیگران میباشد که گناه است. مانند احساساتی چون ترس. من میترسم توی زندگیم، توی خانوادم، مدام این ترس رو انتقال میدم به چه کسی؟ به همسرم، به بچم. من نگران هستم توی محل کارم، مدام همکارای من، کارمندای اونجا فکرشون اینه که این کار روش کنه، من این نگرانی رو انتقال میدم و چون این نگرانی رو انتقال میدم، اونها هم نگران خواهند شد. من انسانی هستم که پر از خشم و عصبانیت هستم، با خشم و عصبانیت هم به اطرافیانم استرس میدم، پس تأثیر میذاره. پس گناه هست. گناه همین گونه که داریم میبینیم اکسیژن هست، نفس داریم میکشیم، گناه نیست، متاسفانه به نوعی در اطراف ما هستش، مانند ترس، نگرانی، شک، خستگی، حتی ناامیدی، پریشانی، احساس تنهایی، بدبینی. میخوام روی اینها یه نگاهی کنید که گویا آدمی هیچ کنترلی روی اون نداره. شما میگید من میترسم، من احساس خستگی میکنم، آخه چگونه میشه این گناه باشه؟ به هر دلیل واقعی و یا غیر واقعی، گویا در زمانی خاص این احساسات بد بر انسان غالب شده. آیا این انصاف هست که به خاطر احساسات بد انسانی حیات جاوید رو از دست بدهیم؟ یه سؤاله. اول یوحنا جواب ما رو داره به نوعی میده. اول یوحنا 5:17-19 اعلام میکنه هر ناراستی گناه است، یعنی دور از چشمانداز ملکوتی اونجا گناه است، ولی گناهی هست که منتهی به موت نیست، یعنی هلاکت نمیکنه، مانند این ترس، مانند این نگرانی. پس این گناهی نیستش که آرامش تو داره میگیره، اما گناهی نیست که تو رو هلاک کنه. و میدانیم که هر که از خدا مولود شده است، مانند شما که به مسیح ایمان آوردید، تولد تازه دارید، گناه نمی کند، بلکه کسی که از خداوند تولد یافته خود را نگاه می دارد. چگونه خودش را نگاه می داره؟ چند تا مثال. ما چگونه می تونیم قوی باشیم در برابر گناه؟ به توسط پوری روح القدس؟ در دعا، در کلام، در خدمت، مانند خود شما که کلیسا اومدید کلام رو میشنوید، و اینجا است که خدا این قدرت رو بهتون میده و اعلام میکنه خود را نگاه میدارد و آن شریر، یعنی شیطان، او را لمس نمی کند. چرا که
چشمان او را نمیتونه لمس بکنه، چشماشو لمس نمیکنه. چشماش قبل از اینکه شیطان بخواد لمس کنه، اون چشمان رو روح القدس لمس میکنه و ادامه میده و میدانیم از خدا هستیم. آمین. به قول یه واعظی میگفت بد نیست بعضی موقع ها تو کلیسا بگیم آمین، ها؟ نمیپرسم. و میدانیم از خدا هستیم. آمین. آمین که میگی سلولای بدنت میشنوه، تاییدش میکنه، چون بیرون از کلیسا همش صداهای منفی گفتن و شما ناخدا گفت آمین آمین ناخداگا. الان به چیزهای درست که به خاطرش آفریده شدی بگو آمین. و میدانیم از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است، یعنی در واقعیت تلخ، نه در حقیقتی که خداوند آفریده است. حدود فکر میکنم 10 سال پیش بود، برای خدمت به یکی از این شهرهای توی آمریکا رفتیم با چند تا از عزیزان. شخصی تازه مسیح ایمان آورده بود و بسیار توی گناه بود، ولی مسیح رو گفت قلبن دوست دارم، من مسیح رو دوست دارم. همه ما مسیح رو دوست داریم ولی بازم گناه میکنیم به نوعی. اونم همین گونه بود، چیز عجیبی نبود. میگه وسوسه میشدم برای کشیدن مواد، وسوسه میشدم برای رابطه نامشروع. میگه به خدا گفتم خدایا من چی کار کنم؟ میرم تو کلیسا گریه میکنم، پشیمون میشم، داد میزنم، بعد دوباره میام شنبه، یک شنبه، دو شنبه میشه که انگار مثل کسی که تولامو زدن بادش کردن، دوباره پس پس پس. دوباره یک شنبه به قولی واعظ بود گفت ما بیجا تولامو بزنیم افرادو شارژ کنیم. گفت دو شنبه، سه شنبه، انگار فراموش میکنم. و میگه یک بار به خودم اومدم دیدم دوباره رفتم دنبال گناه ها، مواد مخدر و و و و. میگه یه روز از این گناه ها اومدم توی خونه، همین که اومدم توی خونه و به همسرم گفتم عزیزم چطوری، خوبی، دوستت دارم، I love you. گفت من به زنم گفتم I love you. دوتا چشم روبروم دیدم، چشمای مسیح. گفت جا خودم خانم. گفت چی شد؟ گفت میبینی تو اونو؟ گفت چی رو میبینم؟ گفت اون چشما رو میبینی؟ گفت نه من چشم نمیبینم. میگفت این چشما تا یک ماه با من بود، حتی من دکتر رفتم، ولی وقتی با شبانم صحبت کردم گفت اون چشمان مسیح بود که حافظ تو. و میگه این دوتا چشما دیگه نذاش من گناه کنم. بخواید که چشمان خدا در برابر چشمان شما باشه تا چشمانداز ملکوتی خدا رو داشته باشه. اون موقع هستش که این قوت بر شما خواهد بود تا بتونید توی جایگاهی باشید. ایشون الان خادم خدا هستن، دارن خداوند رو خدمت میکنن، سالها هست کلام خداوند به وضوح اعلام می‌دارد نه تنها فکر و احساس و رفتار انسان آلوده به گناه کشیده شده است، بلکه ویروس گناه و هلاکت تمام فضای حیات زمین رو در بر گرفته. و داوود پادشاه به توسط روح القدس در مزمور 51:5 این گونه میگه. عزیزان شاید یک سوالی باشه برای من و تو، میگه اینک در معصیت سرشته شدم، یعنی در آفت گناه، یعنی از ابتدا، و مادرم در گناه به من آبستن گردیده، یعنی توی من نوزاد که بودم گناهکارم. آیا ما میتونیم بگیم یک نوزاد گناهکاره؟ آیا ما میتونیم بگیم یک نوزاد بخی به دنیا میاد از رحم مادرش میاد بیرون گناهکار هست؟ داوود داره این رو اعلام میکنه، داوود داره اعلام میکنه ما در گناه زندگی میکنیم. موضوع فقط این نیست که من و شما فعل گناه را انجام داده باشیم. زمین لعنت شد، اما من و شما که مسیح ایمان آوردیم، ما کسایی هستیم که میباید با چشمانداز ملکوتی یک نگاه درست داشته باشیم. نویسنده اشاره به تمام رنج ها داره میکنه. اگر شما میگید من میترسم بیکار بشم، من بیکار هستم، بیکاری درسته که به شما شاید تحمیل شده، اما از نگاه خدا که خدا هرگز نمیخواست تو بیکار باشی، خدا هرگز نمیخواست تو بی درآمد باشی، خدا هرگز نمیخواست که تو توی شرایط بدی قرار بگیری از نظر مالی. این رو بدون، بیکاری گناهه، مریضی توی فضای گناهه، نه اینکه خدا دلیل شده، نه اینکه خدا داله بر این شده، خیر،
ما از اون فضای ملکوتی خدا دور شدیم، چون خدا هرگز هدفش این نبود که انسان در رنج باشه، انسان فقیر باشه، انسان شکست بخوره، انسان در جنگ باشه، انسان در مصیبت ها باشه، بلکه خداوند در صدد این بود که به انسان نیکویی رو بده. همون گونه که در ابتدا اعلام میکنه خدا جهان را آفرید به نیکویی، و در اون 6 روز اعلام میکنه که خدا نیکو جهان را آفرید و نیز انسان رو نیکو آفرید تا در جایگاه درست قرار بگیره. اما ما ایمان داریم که خداوند با فیضش ما رو از نیش هلاکت رهانیده. آمین. اگر از این نیش رها شدی، امروز روزی باشه که با خدا عهد ببندیم که خداوند اینه که چشمان من را پاک میکنی، چشمان فکر من رو، من بتونم چشمانداز ملکوتی تو رو داشته باشم نسبت به همه امور. عزیزان، همه امور. اول پتروس 2:24 اعلام میکنه مسیح شخصا بار گناهان ما را به دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم. یعنی کاملا چشمانداز ملکوتی داشته باشیم. زیرا به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافتید. تمام شد. چرا ترس؟ چرا نگرانی باید ما را در بر بگیره؟ اما چگونه می‌توانیم در برابر فضای گناه‌آلود جهان خود را حفظ کنیم؟ آیا همه بروشور داریم؟ کسی اگر بروشور نرفتن دستا بره بالا. پس بریم با هم دیگه اولین آیه‌ای که در بروشورمون هستش، انجیل لوقا 9:1-2 رو بشنویم. پس 12 شاگرد خود را طلبیده، به ایشان قوت و قدرت، یعنی همه شما رو طلبیده، با همه شما کار داره. بله، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود. عرض کردیم وقتی صحبت از قدرت میکنه، قدرت یعنی اقتدار. به شما اقتدار داد، به ما اقتدار داد، به شاگردان اقتدار داد. اقتدار یعنی مجوز، یعنی جوازش داد. اما وقتی صحبت از قوت میکنه، قوت تواناییه. هم قدرتش داده، هم قوتش داده، هم به ما مجوز داده و هم به ما توانایی داده. مانند کسی هستش که مجوز اینو داره که اسلحه داشته باشه، اما اسلحهشو نداره. پس هر دو باید با هم باشه، هم قدرت هم قوت. اسلحه با مجوز میتونه کار انجام بده. بله، و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند. آمین، آمین، آمین. پس این قدرت رو داریم ما که بتونیم در برابر تمام آنچه که گناه هست، فقر هست، فساد هست، طلاق هست، مریضی هست، خودکشی هست، حسادت هست، کینه هست، تمام بدی ها، هر بدی که توی ذهنت میاد، ظلم هستش، همه اونها بتونیم بیستیم و در غیر این صورت این رو بدونیم که ما با اون قدرت، اون صدا عقب، ببخشید صدا میاد، ممنون میشم، ببخشید حواس بقیه پرت میشه، سپاسگزارم. پس بنابراین مسیح تمام آنچه را که به عنوان گناه در زندگی ما بوده باطل کرده. چرا مجال این رو باید بدیم که باز با ترس ها زندگی کنیم، باز با نگرانی ها زندگی بکنیم؟ در انجیل لوقا 24:49 عیسی اعلام میکنه اینک من موعود پدر خود را بر شما میفرستم. موعود کی بود؟ روح القدس بود. پس شما در شهر اورشلیم بمانید، شما در سلامتی بمانید، جای دیگه نرید، نگاهت رو جای دیگه نبرید، تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید، تا وقتی که بتونیم به اون جایگاه درست نیز برسیم. شهریار اعلام میکنه گر از یادم رود عالم، تو از یادم نخواهی رفت. این نگرش خداست. گر رسول گناه کنه، خدا با گناه رسول خوب نیست، اما خدا رسول دوستش داره، اونو رها نمی کنه. گر از یادم رود عالم، تو از یادم نخواهی رفت،
به شرط آنکه گهگاهی تو هم از من کنی یادی. به شرط اینکه ما فراموش نکنیم خدا رو، محبت خدا رو، مگر گناه میکنیم نیز اعتراف کنیم به اون. بریم با هم دیگه نامه افسسیان 1:15-23 رو داشته باشیم. نامه افسسیان، پولس رسول که نویسنده این نامه هست به توسط روح القدس، داره در اصل صحبت از همون اقتدار میکنه، اقتداری که گرفته، قدرتی که گرفته، توانایی که گرفته، اون رو داره به کلیسا انتقال میده که شما هم دلیر باشید. فقط ایمان آوردن به مسیح نیست، ایمان نیاوردی که فقط رسول برات دعا کنه، ایمان نیاوردی که فقط دو نفر سه نفر معلم باشن، شما هم آماده بشید، شما هم آماده خدمت بشید. تینیجرها نیستن، یه دست برای این تینیجرهای ما بزنید، خدا رو شکر برای غیرتشون. امروز اومدم دیدم ساعت 12:30 اینجا هستن، دارن دعا میکنن، اومدن یه خود کارهایی که بود انجام دادن بدون اینکه من بهشون بگم باور کن، من هیچی بهشون نگفتم، خودشون اومدن اینجا این پاکت ها رو گذاشتن و بعد دعا کردن. به من گفتن ما چه کار میتونیم اینجا بکنیم، چه خدمتی میتونیم انجام بدیم. گفتم این کار رو انجام بدید، میتونید دعا کنید. عزیزان، اگر مثل بچه ها، مثل کودک ها، مثل همین تینیجر ها باشیم، خدا به ما میگه ما باید چه کار کنیم و قدرتش خود خدا به تو میده. قرار نیست من و تو کاری بکنیم، قرار از خدا در ما کاری کنه، فقط بپذیریم. آمین. بفهم خوشم. بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمی‌ایستم از شکر نمودن برای شما، از یاد آوردن شما در دعاهای خود. پس بگه من دلم به این خوش نیست فقط بگم خب من بیام اینجا تو این کلیسا ببینم 60-70 نفر 100 نفر مسیح ایمان آوردن، هاللویا، بعد اصلا چقدر خوبه. میگه ببین فقط این نیست، اینا ایمان آوردن باید از روح القدس پر بشن، باید عطایا که کلام خداوند گفته کلیسا داشته باشه، نبوت، شفا، زبانها، ترجمه زبانها باید داشته باشه کلیسای مسیح. هر کدوممون یک عطایی داریم، یک مسیح داریم، از اون دور نشیم. اگر میخواییم کاملا چشمنداز ملکوتی داشته باشیم، باید اون تواناییشو از روح القدس بگیریم، نه از تعالیم رسول، از روح القدس بگیریم تا زندگی ما عوض بشه. گفتم ما اینجا نمیخواییم کسی مسیحی بشیم، پرگویی من رو ببخشید، میل به این دارم زندگی ما سالم باشه در ملکوت خدا. فقط نیایم کلیسا بریم هیچی عوض نشه، میایم که عوض بشه زندگیمون، رابطه هامون، توش گناه نباشه. تو گناه نکردی، اما دنیا درش گناهه، تو این گناه زندگی نکنی که خسته خاطر بشی. بله، تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. آمین. تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او. واقعا چقدر هست؟ در انجیل متی 28:18 میخونیم مسیح میگه پس عیسی پیش آمد، کلام خدا میگه پس عیسی پیش آمد به دیشان گفت، خطا کرده، گفت تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده. ما میدونیم که مطابق کلام خداوند که ما برای مسیح هستیم، مسیح برای ما هست. اگر من برای مسیح هستم، او به خاطر دردها و رنجهای من روی صلیب رفت و کفاره کرد، قوت و توانایی مسیح نیز در من میتونه عمل کنه، در شما میتونه عمل کنه. با اون زندگی کن، اون که صاحب قدرت هست، اون قدرت و توانایی رو به تو داده، امتحانش کن، تستش کن. نگو فقط رسول دعا کنه، فلان کشیش دعا کنه. آقا بلند شیم بریم، یه کلیسایی هست 20,000 نفر هستن، فلان کشیش اگر دعا کنه، وای، من ایمان دارم عیسی مسیح دلش خواهد گرفت. میگه من کنار تو هستم رسول، تو هنوز دنبال انسان ها هستی؟ خدا رو شکر من فلانی رو مس کردم، اون رو مس کردم، اون داره کارش رو میکنه، ولی من با تو هم یه کار بزرگی دارم. چه کنم که همه نمیگید لبک که به یکی دو نفر فقط دل خوش کنم؟ چرا؟ این اعتراض خدا من هست. خدا همه ما رو بلند کرده و با همه ما کار بزرگی خواهد داشت. در انجیل متی 6:13 نیز اعلام میکنه نسبت وسوسه هامون،
وسوسه میشیم، گناه میکنیم، این قوت و این امید رو به ما داده و میگه ما رو از وسوسه ها دور نگهدار، داره به ما یاد میده که ما چی بگیم و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو هستش. تو هستی که این قدرت رو به من خواهی داد، تو هستی این قوت رو به من خواهی داد تا زندگی سالم داشته باشم. بله، که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جاهای آسمانی نشانید. بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز، و همه چیز را زیر پاهای او نهاد. واو، همه چیز زیر پاهای اونه. چرا می ترسیم؟ چرا نگران هستیم برای وضعیت هامون، برای تنهایی هامون، برای کم پولیمون، برای موقعیت هایی که داریم، برای کارمون، برای اقامتمون؟ چرا می ترسیم؟ علت این ترس چیه؟ مگر غیر از این که هست، روح خدا روح قدرت و قوت هست. اگر ایمان داریم باید اونم بپذیریم، اگر نمیپذیریم پس ایمان نداریم، بر اصل ایمانمون نیست. دوم تیموتائوس 1:7 اعلام میکنه زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد، بلکه روح او ما را قدرت و محبت و خیشتنداری پر میکنه که ما با قوت اون باشیم. پس چرا میترسیم؟ چون چشمانداز من اشتباه شده. تمرکزمون رو درست کنیم، چشمانداز ملکوتیه که خدا به ما داده رو نیز داشته باشیم. بله، و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پوری او که همه را در همه پر می سازد. آمین 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 آمین. گاهی ما تصور بر این میکنیم، وقتی ناامید میشیم، خسته خاطر میشیم، حالا شاید کنار مسیح باید ما از این انرژی درمانی هم استفاده کنیم. چیز بدی نیست. و ببین فالگیرم حرفاشون درسته، چون شیطان باشون صحبت میکنه. بهتره فالگیرم یه کمکی بگیریم. آقا یه سیدی هست تو ایران دعا میکنه، واو، از کشیش از خودم بهتر. پس یه زنگ هم به اون بزنیم. یه امامزاده هست خونه مامانم، پس یکم مامان من چند دلار، چیزی نمیشه، $10 اونجا هم بدیم. اگر قدرت و قوت خدا رو کامل نگیری، چشم ها منحرف میشه، جای دیگه ای میره. خیلی مواظب باشی. راننده اتوبوسی شب همین که داشت رانندگی میکرد، دید دو نفر خانم محسن پشت هی دارن بهش بادوم میدن. اینم میگرفت میداخت دهنش میخورد. آخر سر خسته شد، گفت ببینم خود شما نمیخورید بادوم؟ گفتن نه نه نه، ما راستش دندون نداریم، این بادوم ها شکلاتیه، ما شکلاتاشو میخوریم، فقط بادوماشو میدیم به تو. انرژی درمانی، گفتار درمانی، همینه، بیزینسه. مواظب باشیم کجا میریم. مسیحو داری، چرا باید وابسته به یک موقعیت دیگه‌ای بشی که به تو آسیب بزنه؟ به درستی که مسیح گفت در اعمال رسولان 1:8 لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت، و دیگه ترسان نخواهید بود و دیگه نگران نیز نخواهید بود نسبت به امور زندگی. بریم با هم دیگه نکته اول رو داشته باشیم. چگونه میتوان چشم‌اندازی ملکوتی داشت؟ به ایمان به عیسی مسیح به توسط روح القدس قدرت خواهیم داشت تا با چشم‌اندازی ملکوتی شاهد اجابت دعاهایمون باشیم، یعنی پیشا پیش میبینیم. نکته دوم، به ایمان به عیسی مسیح میتونید پر کنید جای خالی اینو. به ایمان به عیسی مسیح به توسط روح القدس قدرت خواهیم داشت تا با چشم‌اندازی ملکوتی شاهد پیروزی بر گناه باشیم. همون گونه که در انجیل یوحنا 16:33 اعلام میکنه، میگه من نمیگم سختی و مشکلات نیست و روی زمینم گناهی نیست، اما همون گونه که من پیروز شدم شما پیروز خواهید شد. دو هفته پیش از کلام خدا یافتیم چشم‌انداز عیسی مسیح چشم‌انداز ملکوتی بود. آسمون رو میدید، چشم‌اندازمون رو ملکوتی کنیم لطفا. آمین. بریم با هم دیگه آخرین آیه هم داشته باشیم. نامه فیلیپیان 4:13 قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. آمین. قدرت هر چیز را دارم. میتونیم بگیم با هم قدرت هر چیزی، قوت هر چیزی را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌کنه، قوتم میده تا چشم‌انداز ملکوتی داشته باشم. دو تا سوال هست.
تشویقتون میکنم. البته استثنا شاید این پنجشنبه چون در از شب جمعه صلیب هست میخوایم بیشتر دعا کنیم، تشویقتون میکنم بیاید لطفاً جمعه صلیب. همه کلیساهای آمریکایی، یعنی ما آمریکایی‌ها معمولا میریم تو کلیسا، نه شما ایرانی‌ها چجوری هستید میدونید موقع کلیسا تشویقتون میکنم لطفاً با ما باشید در اون روز که بتونیم دعا کنیم. یک شنبه هم عزیزان ما ساعت 8 صبح اینجا هستیم، ساعت 1 تعطیله، نیایید. 7:30 بیایید برای کمک، 8 شروع میشه. این سالن هم نیستیم، اون یکی سالن هستیم، برای دعا، کلام، پرستش و همچنین اینکه مشارکت داشته باشیم. عزیزانی که مایل هستن خوراکی رو درست کنن، از تخم مرغ رنگی گرفته تا عدسی و کله پاچه، البته فکر نمی‌کنم امکانش، شوخی میگم، عدسی و حلیم، حلیم خیلی خوبه، اگه حلیم میتونید، من حلیم خیلی دوست دارم، حلیم بیارین، نون بیارین، ولی با زهره جان هماهنگ کنین، سپاسگزار میشم. بعدم میتونید بعدش برید پارکی، معمولا آمریکایی‌ها میرن تو پارکا. دو تا سوالم بخونیم لطفاً. آیا به گناه خود در زندگی واقف هستید؟ این سوالو باید توی خونه جواب بدید لطفاً. بعد یه بار دیگه بخونید. آیا به گناه خود در زندگی واقف هستید و چگونه می توانید به توسط روح القدس بر گناه غالب شوید؟ آمین. ما معمولاً این سوالات رو پنجشنبه ها جواب میدیم. من جواب نمیدم، خود عزیزان جواب میدن. اما این پنجشنبه میخوایم برنامه دیگه داشته باشیم. خواهش میکنم هموطنان عزیزمون، چه عزیزانی که روی فیسبوک هستن، چه شما عزیزان، با رویای ما هم قدم بشید. کسایی مسیح رو رها کردن که یا با اون همراه بودن یا همفکر بودن، اما باید با رویا هم همراه بود هم همفکر. اگر با رویای کلیسا همراه و همفکر هستید، آستینا رو بالا بزنید برای خدمت لطفا. موسیقی